مرکز تندرستی اروپا برلین. متخصص اعصاب جان دلن هینز یکی از مشهورترین محققان مغز در جهان است. وی همراه با تیم خود تلاش می‌کند مشخص کند مکانیزم تفکر انسان چگونه است. آنچه که دانشمندان هم اکنون می‌دانند این است که بخش‌های مختلف مغز مسئول فرایندهای متفاوت تفکر هستند. به عنوان مثال خواندن روزنامه. برای انجام این عملیات فعالیت در نواحی کاملا مختلفی از مغز صورت می‌گیرد. برخی از نواحی مغز حروف را با هم ترکیب می‌کنند، برخی دیگر معانی را پیدا می‌کنند، قسمت‌های دیگری نیز رنگ زمینه یا کنتراست‌های سیاه و سفید را پردازش می‌کنند و بعضی دیگر کلمات را با تجربیات به دست آمده مقایسه می‌کنند. چیزی که میشه توی مغز تشخیص داد کاراکترها و علامت‌های خیلی ساده‌ای از تفکر است. میشه به صورت محدود مشخص کرد که یک نفر به چی فکر میکنه، اما این فقط در موارد و حالتهایی صادقه که فرایند فکر خیلی ساده باشه. برای اینکه بتوان روند پراکنده تفکر را قابل رؤیت کرد، شخصی که آزمایش روی او انجام می‌شود به درون یک سی تی اسکن فرستاده می‌شود. این عکس برداری الکترومغناطیسی همگام با اشعه ایکس ساختمان مغز را به تصویر می‌کشد. این چنین می‌توان تشخیص داد که چه قسمت‌هایی از مغز هنگام فکر کردن فعال و چه بخش‌هایی غیر فعالند. تبیین نتایج به دست آمده از تصاویر آنقدر خوب هستند که می‌توان روند هر تفکر را از یکدیگر تفکیک کرد. محققان میگویند که امروزه با این وسایل خواندن افکار ساده امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر می توان پی برد که آیا حیوانات هم واقعا فکر می کنند؟ اگه بخوایم تشخیص افکار توی حیوانات رو بسنجیم، اولین مشکل اینه که باید یاد بگیریم مدل افکار حیوانات وقتی به موضوعات مختلف فکر می کنند چطوریه. اتفاقا ما نمیتونیم عملا اینو انجام بدیم، چرا که حیوانات نمیتونن بگن من الان دارم راجع به صاحبم فکر میکنم. شاید ما از نحوه رفتار اونها به چنین نتیجه و برداشتی برسیم، اما ما هیچ وقت دقیقا نمیدونیم که آیا حیوان مربوطه واقعا به صورتی آگاهانه داره راجع به صاحبش فکر میکنه. انسان‌ها به طور مدام فکر می‌کنند. آنها رشته افکار را به دست می‌گیرند، کنترل می‌کنند، برمی‌انگیزانند و نتایج به دست آمده را به هم ربط می‌دهند و بدین وسیله افکار جدیدی را خلق می‌کنند. انسان‌ها هنگام ساختن خانه فکر می‌کنند. وقتی آنها متنی را می‌خوانند فکر می‌کنند و یا وقتی غذا می‌خورند. همچنین وقتی دست به اقدامی می‌زنند فکر می‌کنند و قبل از هر چیز هنگام اقدام به یک تغییر فکر می‌کنند. انسان‌ها می‌توانند تردید داشته باشند، اعتماد کنند یا به فکر عمیق فرو روند. یک اورانگوتان چطور؟ آیا او هم می‌تواند تردید کند؟ وقتی که یک توتی لانه‌اش را می‌سازد، آیا می‌داند دارد چه کار می‌کند؟ وقتی یک سگ به صاحبش نگاه می‌کند، آیا می‌داند که او را دوست دارد؟ آیا حیوانات نیز می‌توانند به طور واقعی خود را به جای دیگری قرار دهند؟ در ایستگاه تحقیقاتی گلدک برای توتی‌های آلیس فون آرسبرگ وقت بازی فرا رسیده است. بیولوژیست متخصص رفتار اسباب‌بازی‌ها را برای آزمایش‌های بعدی آماده می‌کند. رفتار و واکنش‌هایی که حیوانات هنگام بازی کردن بارز می‌کنند، علائم و نشانه‌های مهمی درباره نحوه شناخت و روند تفکرشان به این محقق می‌دهد. Wir interessieren uns dafür, wie Objektspiel bei diesen Tieren funktioniert und in spezifisch ما می‌خوایم بدونیم بازی قطعات تو این حیوانات چطور عمل می‌کنه. مشخصاً عمل تلفیق و الحاق قطعات در هم دیگه. مثل این. اونا قطعات رو با هم تلفیق می‌کنن. گاهی همین ترکیب سگان است. چنین رفتاری فقط از پستانداران به طور مشخص شامپانزه‌ها دیده شده که خیلی به شیوه‌های بازی کودکان 2 تا 3 ساله انسان نزدیکه. Und bei Kapuzineraffen und kommt auch sehr an das Spielverhalten von 2 bis 3-jährigen Menschenkindern heran. در اینجا در بخش روانشناسی آکادمی علوم بلغارستان در بوداپست نیز زمان بازی فرا رسیده است. متخصص اعصاب جوزف توپال در پی آن است تا توانمندی برقراری ارتباط غیر کلامی را در بین گونه ها تجزیه و تحلیل کند، به این صورت که چگونه موجوداتی که توان تکلم ندارند قادرند اطلاعات و داده ها را از محیط پیرامون خود دریافت کرده و رفتار خیش را با آن تنظیم کنند و ضمناً اینکه تفاوت ها بین انواع موجودات چیست. در کنار کودکان که کاندیدهای این آزمایشات هستند، بهترین دوست بشر سگ ها نیز حضور دارند، حداقل به مدت 15000 سال است که انسان ها و سگ‌ها در کنار هم زندگی کرده و ارتباط برقرار می‌کنند.
Unsere Ergebnisse zeigen deutlich eine höchst interessante. نتیجه آزمایشات ما به وضوح نشون میده بین رفتار کودکان قبل از تکلم با رفتار سگ‌ها عناصر موازی جالبی وجود داره که بر پایه سیر تکاملی خاص سگ‌ها استواره، چون سگ‌ها با شرایط و محیط انسان عادت داده شدند. Die menschliche Umwelt gewöhnt.